پیش از این رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که ایالات متحده بیش از 60 راکت نو کروز توماهاک را از کشتی‌های جنگی این کشور در بحیره مدیترانه بالای یک پایگاه هوایی حکومت سوریه فیر کرد. این حمله در پاسخ به ادعای یک حمله کیمیاوی انجام داده شد که در هفته گذشته در شهر ادلب صورت گرفت و در اثر آن حدود 80 تن که تعداد زیاد آنها کودکانند کشته شدند. حالا این حمله با واکنش برخی از اعضای مجلس روبرو شده است. آنان از حکومت می خواهند باید در قبال سیاست روسیه و آمریکا موقف بی‌طرفی را اختیار کند. سوریا که اوس در روسان و امریکایان و جدی مقابله روانه ده. زمر اصلا ترس او بیره لدی سخه ده تی خدای نخواسته پا افغانستان که پاینده که در روسان و امریکایان و ده جدی مقابله او مخالفت سخه پا افغانستان که ده منفی اثرات پیدا نسی. متاسفانه بلنگوهای حقوق بشر و فعالان مدنی هیچ گونه نجوم بیدن. در حالی که آیا اینها بشر نبودند، آیا استفاده از مواد شیمیایی ممنوع نبود، به او اساس پیشنهاد ما ای است که در ارتباط امت اسلامی همه مسلمان ها باید بیدار باشند. در برابر این گونه مظالم، در برابر این گونه جنایتی که صورت می گیره، حداقل حرکت صورت می گیره. در جریان جنگ 6 ساله در سوریه، این نخستین حمله مستقیم ایالات متحده آمریکا بالای نیروهای حکومت سوریه به شمار می آید و مهمترین تصمیم نظامی است که دونالد ترامپ از آغاز دور کاریش به حیث رئیس جمهور تا اکنون گرفته است. از سوی هم سناتوران تاکید دارند که اگر اختلافات میان دو قدرت افزایش پیدا کند، افغانستان همانند سوریه خواهد شد. یک عمل صریح مخالف با کنونسیون های بین المللی است، مخالف حقوق بشری است که در اینجا انجام شده و این تثبیت شده و این طوری که روشن است که جنگ سوریه جنگ داخلی متاسفانه نیست. جنگ سوریه جنگ بین قدرت های بزرگ منطقوی و بین قدرت های بزرگ جهانی است. به همین دلیل است که ما در افغانستان هم تشویش داریم که خدا نخواسته افغانستان به سوریه دوم تبدیل نشود. هیله مدده چی دی روس و امریکا تر مباین در افغانستان پا مزله بانده متقابل سیاست ریونه لیری او دوار حواده نکوشش بکنه چی و ام پا افغانستان که دی تروریزم جرره ویستن چی تروریزم دی مباین اولار چی. این در حالی است که سناتوران نیز حملات شیمیاوی بالای افراد ملکی در سوریه را تقبیح نمودند و این گونه حملات را خلاف حقوق بشر می دانند.